ارمنستان گرچه در همسایگی ایران واقع شده، اما شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران در این کشور محدود هست. موزه ماتناداران در ایروان که برای مردم ارمنستان یک نهاد ملی فرهنگی به شمار میره، کوشیده با نمایشگاهی این فضا رو تا حدی تغییر بده. ماتناداران واژه‌ای است پهلوی به معنای محل نگهداری کتاب و اسناد. این موزه اکنون میزبان نمایشگاهی از هنر ایران در دوران قاجار هست. جزئیات بیشتر در گزارش پژمان اکبرزاده. ماتناداران موزه است عظیم و از مهمترین نهادهای فرهنگی پژوهشی ارمنستان، صاحب گنجینه منحصر به فرد به ویژه در زمینه نسخه‌های خطی. با این حال در بیرون از مرزهای ارمنستان شناخت از ماتناداران بسیار اندک است. در کنار مجموعه‌های ارمنی، موزه دارای فرمان‌های تاریخی و نسخه‌های خطی پارسی است. بخشی از این آثار به تازگی در نمایشگاه ویژه هنر ایران در دوره قاجار به نمایش درآمده. شناخت محدودی که مردم ارمنستان از ایران دارن و مخصوصا زمان قاجار انگیزه بود که ما رو به فکر برگزاری این نمایشگاه کرد. قبل از برگزاری نمایشگاه البته من تقریبا 5 سال روی نسخه فارسی زبان ماتناداران کار کردم و جداسازی نسخه منقوش زمان قاجار بود. در کتابی که چاپ شد نمونه های هنری نسخه و جلدهای قاجاری که در ماتناداران نگهداری میشن، مثل این که یک الهامی بود که باید یک نمایشگاهی باشه، یعنی فقط کتاب کافی نبود. فرمان‌های به نمایش درآمده در نمایشگاه از جمله مدارکی هستند که اطلاعات منحصر به فردی از زندگی ارامنه ایران و ارتباط آنها با حکومت قاجار را ارائه می‌کنند. فرمانی از عباس میرزا از شاهزادگان قاجار در رابطه با حقوق وراثه ارامنه نسبت به حقوق مسلمانان از جمله این فرمان هاست که در سال 1825 میلادی صادر شده. رابطه بین ارامنه ایران و حکام قاجار در زمان قاجار مستحکمتر شده بود، مخصوصا در زمان عباس میرزا و فتحعلی شاه. نسخ و فرامینی که در ماتناداران به معرض نمایش گذاشته شدن بیشتر از انیستوی شرقشناسی لازاریان در مسکو به دست ما رسیده. پایه‌گذار انیستوی لازاریان ارامنه بودن، لازاریان‌ها که خودشون از جلفای اصفهان رفته بودن مسکو، شرقشناس بودن و هنرشناس و کارهایی که اون موقع از آرشیوا خودشون جمع کرده بودن یا خریداری کردن یا اهدایی بودن، هر کدوم برای خودش از یک جهتی خیلی منحصر به فرده. بعد از اینکه انیستوی لازاریان بسته شد، قسمتی از اون گنجینه به دست ما رسیده. دو نقاشی لاکی با مضمون نبرد باگروان در قفقاز و داستان آرای خوش‌سیما و سمیرامیس از دیگر آثار منحصر به فرد این نمایشگاه هستند. این دو اثر برای جلد یک کتاب آفریده شدند و در سال 1924 از مسکو به ایروان منتقل شدند. سفارش بوده زمان فتحعلی شاه و در تبریز این جلد درست شده و حتما این جلد باید یک نسخه داشته باشه، چون ما میدونیم اول نسخه ها درست میشن، کتابت میشن، جمع میشن و با اندازه و چیزی که داره نسخه سفارش داده میشه که جلد درست بشه. ولی متاسفانه جلد وصل نشده به نسخه و ما نمیدونیم که نسخه در کدوم کتابخانه یا ممکنه دست یک کسی باشه و امیدواریم که در آینده بتونیم پیدا بکنیم یا رد پای داشته باشیم. تکنیکش تکنیک ایرانیه، تکنیک باز هنر لاکی یا زیر لاکی، ولی مضمونش مضمون ارمنیه. در نمایشگاه به موازات آثار هنری عکس‌هایی از آنتوان سوروگین، عکاس پرآوازه دوره قاجار نیز به نمایش درآمده تا بازدیدکنندگان درک عمیق‌تری از فضای ایران در آن روزگار به دست آورند. پژمان اکبرزاده، ایروان.